دو سال پیش وقتی برای اولین بار کنامی تصمیم گرفت نام مجموعه محبوب خودش رو از PS به ای فوتبال تغییر بده و دو سال روی اون کار بکنه تا هر تغییری رو که این مجموعه لازم داره رو رقم بزنه، همه بهش امیدوار بودن. اما زمانی که نسخه اولیه بازی منتشر شد، واکنش ها بهش مثل خود بازی فاجعه بار بود. بازی پر از باگ، گیم پلی به شدت آهسته و خسته کننده و مکانیزم های جدیدی مثل دفاع که به طرز دردناک و وحشتناکی احمقانه و سخت بودن، تنها بخشی از افتضاحی بود که کنامی توی دو سال اون رو ساخته بود. علاوه بر همه اینها، تصمیمات عجیب کنامی مثل حذف کردن خیلی از بخش ها مثل مستر لیگ باعث شده بود که به شدت پلیرها از کمبود جدی محتوا عصبانی باشن. و خب بازی هم در نهایت به عنوان بدترین بازی سال 2021 انتخاب شد و خب همین باعث شده بود تا خیلی از ماها با این مجموعه خداحافظی کنیم. کنامی هم اعلام کرده بود که با عرضه آپدیتی بزرگ در بهار مشکلات بازی رو برطرف میکنه. اما خب طبق نظرسنجی هم که انجام دادم، دیدیم که اکثریتمون اعتمادمون رو نسبت به کنامی از دست دادیم. اما امروز میرم سراغ بررسی آپدیتی که کنامی قولش رو داده بود و نشون داد که به بیشتر حرفایی که زده بود عمل کرده. با من همراه باشید تا ببینیم ای فوتبال 2022 ارزش دانلود کردن داره یا نه. اولین چیزی که بعد از وارد شدن به بازی چشمتون رو میگیره در جلوه‌های بصری بازی که به شدت تقویت شده. نور پردازی به طور عالی بهبود پیدا کرده و با مقایسه چهره بازیکنها توی نسخه قبل از آپدیت و بعد از آپدیت بازی به راحتی میشه این تغییر رو متوجه شد. و همچنین فیس بسیاری از بازیکنها مثل کریس رونالدو یا دنی آلوز و خیلی بازیکنهای دیگه آپدیت شدن که توی آپدیت جدیدشون خیلی خارق‌العاده به نظر میرسن. تماشاچی‌های بازی که قبل از آپدیت به راحتی میتونم بگم حتی سه‌بعدی هم نبودن، به وضع قابل قبولی رسیدن. گیم پلی بازی که قبلا به طرز عجیبی غیر قابل بازی بود، حالا به حالت عادی خودش برگشته و به نظر غیر ممکن میرسید که اون بازی افتضاح رو به سطح قابل قبولی برسونن. اما کنامی این کار رو انجام داده. مکانیک های دفاع کردن به دکمه های سابق خودشون در سری برگشته و دیگه خبری از اون مکانیک های اسفناک دفاع در PS نیست. انیمیشن های بازی به طرز چشمگیری افزایش پیدا کرده و کنامی هم از انیمیشن های PS های قبلی استفاده کرده و هم انیمیشن های جدیدی رو اضافه کرده که بعضی هاشون واقعا خارق‌العاده به نظر میرسن. دروازه‌بان ها هم از پیشرفت دور نموندن و پیشرفت قابل قبولی رو به خودشون دیدن و دیگه کمتر میشه که اون انیمیشن های عجیب و غریب سیو رو توی حرکت دروازه‌بان ها ببینید و در بیشتر اوقات حرکاتشون بسیار نرم اجرا میشه. همچنین سیف هایی که آخرین بار نظیرشون رو در PS 2018 دیده بودیم به بازی برگشتن. اما مهمترین برگ برنده بازی در زمینه گیم پلی مکانیک جدیدیه که به بازی اضافه کردن. اگر یادتون باشه گیم پلی بازی قبل از آپدیت بسیار کند و کسل کننده بود، اما الان بازی مکانیک جدیدی رو به خودش میبینه که استانینگ کیک نام داره که هم برای شوت و هم برای سانت و پاس وجود داره. این مکانیک که با نگه داشتن همزمان آردو و شوت یا پاس یا سانتر زده میشه، گیم پلی بازی رو بسیار متحول و جذاب کرد و وقتی که این کار رو انجام میدید، بار قدرتتون از سبز به رنگ بنفش در میاد که نشون میده استانینگ فعال شده. و خب بازیکنتون وقتی میخواد استانینگ رو اجرا بکنه، دیرتر ضربه رو به توپ میزنه چون قرار قدرت بیشتری رو به توپ وارد بکنه و خب چون دیرتر ضربه رو میزنه، شما باید فضای مناسب رو برای انجامش
داشته باشید. توی موقعیت شوت اگر با بازیکن شوت زنی مثل کریس رونالدو این حرکت رو بزنید، قدرت توپ به طور چشمگیری افزایش پیدا میکنه و در معقوله سانتر این مکانیزم باعث شده که سانترهایی رو در بازی ببینیم که قبلا اصلا مثلش رو در مجموعه ندیدیم، که ارتفاع کمی دارن اما قدرت زیادی رو به خودشون میبینن. و واقعا امیدوارم کنامی یه فکری هم به حال فیزیک توپ بازی بکنه، چون خیلی غیر طبیعی و بیش از حد توپ روی هوا میمونه. واقعا دیگه این روزها توی نسل نهم این فیزیک افتضاح توپ اصلا قابل قبول نیست، چرا که تو مجموعه رقیبش یعنی فیفا هر سال میبینیم که داره فیزیک توپش رو عوض میکنه و همش در مسیر بهتر شدن قدم بر میداره. اما متاسفانه فیزیک توپ ای فوتبال واقعا افتضاح به نظر میرسه. و اگر بخوایم ترکیب رنگ مزخرف و زشت زرد و آبی و صورتی رو درون حاد بازی فاکتور بگیریم، کاتسین های جدیدی که برای نمایش دادن ترکیب اضافه شده بسیار زیبا به نظر میرسه. قبلا فقط اسم بازیکن ها نوشته میشد، اما الان میشه گفت به نوعی انیمیشن نشون دادن ترکیب و بازیکن ها شبیه فیفا شده. و تعداد استادیوم های درون بازی از عدد 6 به 10 افزایش پیدا کرده، اما هنوز واقعا این عدد تعداد کمیه و تعداد تیم های بازی هم هیچ فرقی نکرده و همون تعدادیه که قبلا داخل بازی بودن. با این آپدیت کنامی نشون داد که به انتقادات هوادارها اهمیت میده و با اینکه در حال حاضر PS هنوز قابلیت رقابت با فیفا رو نداره، اما مطمئنم کنامی طی یک سال آینده قطعا میتونه این مجموعه رو به اوج خودش برگردونه.